Mr. President, I'm from China Xinhua News Agency, and thank you for this opportunity. I want to ask how about the progress of Iran becoming a full member of Shanghai Cooperation Organization, and how will Iran's full membership help Iran develop its relations with China and other countries? Thank you. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر رئیسی. من خبرنگار خبرگزاری شینووای چین هستم و تشکر میکنم بابت این فرصتی که به من داده شد تا بتونم این پرسش رو از شما داشته باشم. پرسش من در خصوص پیشرفت عضویت کامل جمهوری اسلامی ایران هستش در سازمان همکاری شانگهای و اینکه به نظر شما این عضویت کامل میتونه چه نقشی داشته باشه و چگونه کمک بکنه به توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران با کشور چین و دیگر کشورها. متشکرم. متشکرم از شما. حضور ما در شانگهای و همکاری ما با کشورهای عضو شانگهای بسیار مهمه، ما رو مرتبط میکنه با زیرساختهای آسیا، زیرساختهای اقتصادی و برای کشور ما بسیار اهمیت داره که سهم خودش رو از تجارت و اقتصاد در منطقه بتونه داشته باشه. ما حضورمون در منطقه حضور امنیت سازه. به میزانی که حضور جمهوری اسلامی در منطقه تونسته امنیت در منطقه ایجاد کنه، نقش اقتصادی ما به اون میزان نیست و ما باید این میزان برای کار اقتصادی و تجاری که از زمینه‌ها و بسترهایی که بسیار میتونه مؤثر باشه برای روابط جمهوری اسلامی، مسئله همکاری با کشور دوست ما کشور چینه در اجرای برنامه جامعه 25 ساله‌ای که بین دو کشور امضا شده و در راستای همکاری‌های بسیاری که ما تا کنون با کشور چین داشتیم، باز هم مصممیم به هیچ عنوان ارتباط با کشور چین رو متأثر از فضاهای بین‌المللی و مسائل دیگر نکنیم. این یک ارتباطی است کاملا مستقل بین جمهوری اسلامی ایران و کشور جمهوری خلق چین که این ارتباط در حوزه‌های مختلف به ویژه حوزه‌های تجاری و اقتصادی بین دو کشور برقرار است و باید توسعه پیدا کند و دو کشور هم مصممند در اینکه این ارتباط توسعه پیدا کنه. نسبت به ارتباط با شانگهای، ما در اجلاس گذشته که در دوشنبه برگزار شد، در اون اجلاس به عضویت شانگهای در آمدیم، لکن این عضویت طبیعتاً یک مقدماتی داره که اون اسنادی است که در شانگهای به تصویب رسیده قبل از عضویت ما. این اسناد باید مورد توجه و دقت جمهوری اسلامی قرار بگیره، اون سندها به تأیید کشور ما برسه که این اسناد بررسی شده. انشالله در این اجلاس جدید که در ازبکستان برگزار خواهد شد، جلسه جدیده که اونجا اعلام خواهد شد، اسنادی که مورد توجه بوده جمهوری اسلامی این اسناد رو مرور کرده، اون مواردی که باید مورد تأیید قرار بگیره اقدام شده و طبیعتاً این عضویت در اونجا به صورت رسمی تر از گذشته اعلام خواهد شد. قبلا هم عضویت بوده، لکن عضویتش در واقع موکول بوده به این اسنادی که باید مورد بررسی در سال گذشته قرار بگیرد که به حمدالله این اسناد مورد بررسی قرار گرفت. از نظر ما اهمیت داره در اکو، در شانگهای، در همکاری‌های بین المللی، به ویژه هم در واقع ارتباط همسایگی برای ما بسیار اهمیت داره. ما بنای تعادل در ارتباط با همه کشورها رو داریم و این تعادل و توازن همواره در دستور کار ماست در سیاست خارجی، به ویژه نسبت به کشورهای همسایه و کشورهای دوستمون.